با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. رئیس جمهور مخالفان سیاسی میخواند، جنرال دوستم با چالش میطلبد، چرا در حکومت وحدت ملی برداشت یکسان از طالبان وجود ندارد؟ در پالی بن سربازای اردوی ملی خود، پلیت ملی خود استاد شدم که ایرا سرقماندانی اعلی قوای مسلح بر ما اجازه داد. ما میبینیم هم کدام دشمن کجا که در برابر ما تاب بیاره. حملات نمایشی یا اقدامات شدیداً تروریستی، دبیر کل ناتو حملات اخیر طالبان را در افغانستان نمایشی خواند. طالبان هنوز هم توانایی راه اندازی حمله های بزرگ هراس افگرانه را دارند، اما آنان توانایی به دست گرفتن اداره یک بخش را ندارند. سرپرستان تازه و زمینه سازی برای اختلاس دوباره. سناتوران میگویند تعیین معینان به جای سرپرست در وزارت ها زمینه اختلاس را فراهم کرده است. این سرپرست ها یک حالت غارتگری در وزارت ها به وجود میارند و حکومت افغانستان منافع ملی مردم افغانستان را در نظر بگیره. به جای که مسائل داخلی و حکومت بر حال خود حکومت متوجه باشه، جالب است که دنبال طالبان یک بار دیگر راه رفته کرزه باز میره. همسر و فرزند خلیفه خودخوانده گروه دولت اسلامی در چنگ نیروهای لبنانی. ارتش لبنان همسر و فرزند ابوبکر بغدادی را بازداشت کرد. به نام خدا و شب شما بخیر. حکومت افغانستان در نشست وزرای خارجه ناتو خواستار تجهیز و بلند بردن قابلیت های نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل از کمک های جامعه جهانی به افغانستان ستایش کردند. تا کمتر از یک ماه دیگر ماموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان می رسد. وزیران خارجه ناتو در بروکسل مقر این سازمان گرد آمدند تا در مورد آغاز صفحه تازه در روابط افغانستان و ناتو گفتگو کنند. رئیس جمهور غنی در این نشست تاکید کرد که حکومت افغانستان بر آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری اراده و تعهد جدی دارد. آقای غنی به حل بحران کابل بانک اشاره کرده و تاکید کرد که اراده جدی برای مبارزه با فساد اداری دارد. رئیس جمهور غنی بار دیگر گفت که به زودی کابینه تازه را معرفی می کند که در آن چهار وزیر زن نیز حضور خواهند داشت. کابینه تازه بین دو تا چهار هفته اعلام خواهد شد که شامل چهار زن خواهد بود با چهره های تازه بر اساس شایستگی، تعهد، پاسخگویی و شفافیت. ایجاد اقتصاد رقابتی اولویت چهارم ماست. اقتصادی که با استفاده از همه منابع بتواند به نیازمندی های امنیتی و برای از بین بردن فقر کمک کند. شمولیت همسایه ها در گفتگوها روی صلح، ثبات و خوشبختی اصل چهارم ماست. اقدام های ما در دو ماه آینده در این باره باید واضح باشد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ادامه کمک های ناتو با افغانستان ستایش کرد. عبدالله ماموریت ناتو در افغانستان را ناتمام دانست و بر ادامه همکاری های جامعه جهانی برای بلند رفتن توانایی های نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. ما نباید چگونگی حمایت نیروهای بین المللی را نادیده بگیریم. این کمک ها بیشتر مالی بوده و این کمک ها باید ادامه یابند و ما نباید ادامه کمک های جامعه جهانی پس از سال 2015 را نادیده بگیریم. دبیر کل ناتو در این نشست بار دیگر تاکید کرد که با پایان ماموریت جنگی ناتو صفحه جدیدی در روابط افغانستان و ناتو گشایش خواهد یافت و تنها یک بخش از نظامیان آمریکایی در مبارزه با حراس افغانی ماموریت جنگی خواهند داشت. در همین حال دبیر کل ناتو حملات اخیر در پایتخت و دیگر بخش های افغانستان را به نشست های ناتو و لندن پیوند می‌دهد. دبیر کل ناتو این حملات حراس افغانانه را نمایشی می‌داند و می‌گوید که طالبان می‌خواهند در آستانه این نشست‌ها قدرت نمایی کنند. وی باور دارد که نیروهای امنیتی افغان توان پاسخ‌دهی به این گونه حملات را دارند. در هفته های اخیر افغانستان به ویژه شهر کابل گواه حمله های پیچیده طالبان بوده است. این گروه در یک هفته چندین هدف را آماج حمله های گروهی قرار دادند و امنیت بخشایی از کابل را برهم زدند. اما دبیر کل ناتو این حمله ها را نمایشی برای نشست های ناتو و لندن می گوید و می افزاید که نیروهای بومی توانایی پاسخدهی این حمله ها را دارند.
طالبان هنوز هم توانایی راه اندازی حمله های بزرگ هراس افگنانه را دارند، اما آنان توانایی به دست گرفتن اداره یک بخش را ندارند. ما باید بیاد داشته باشیم که این یک هفته بسیار مهم برای افغانستان است، زیرا از یک سو نشست وزرای خارجه ناتو را داریم که رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله در آن حضور دارند و در ادامه نیز نشست لندن است. نشست لندن کمک های اقتصادی را برای رشد و توسعه بیشتر اقتصاد افغانستان فراهم می آورد. طالبان نیز به همین علت حمله هایشان را در این هفته افزایش دادند. تا پایان همین ماه ماموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان می رسد. اما بخشی از نیروهای ناتو در چارچوب ماموریت تازه ناتو زیر نام پشتیبانی قاطع برای آموزش و مشوره‌دهی نیروهای بومی در کشور خواهند ماند. اما این نیروها هیچگاه در عملیات‌های نظامی سهم نخواهند داشت و تنها بخشی از نیروهای آمریکایی جنگ در برابر هراس افغانی را در افغانستان به پیش خواهند برد. The NATO mission rested support is a mission مأموریت پشتیبانی ثابت ناتو برای آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان است. مأموریت ما یک مأموریت غیر نظامی خواهد بود، اما ایالات متحده آمریکا مأموریت مبارزه با هراس افغانی را نیز در افغانستان به پیش خواهد برد. من از ادامه گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان درباره چگونگی همکاری با هم آگاه هستم، اما می‌خواهم که در این باره خود آنان دیدگاه‌هایشان را بگویند. این هفته برای حکومت وحدت ملی بسیار مهم پنداشته می شود. امروز وزیران خارجه ناتو چگونگی ماموریت تازه این سازمان را برای افغانستان اعلام می کنند و تا دو روز دیگر افغانستان محور نشست لندن خواهد بود. رهبران حکومت وحدت ملی نیز تلاش می ورزند تا با دستپر در این نشست ها حضور یابند، چنان که پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرایه درباره تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. از سوی دیگر طالبان نیز با راه اندازی حمله های پیچیده قدرت نمایی می کنند، اما این قدرت نمایی بیشتر از غیر نظامیان قربانی می گیرد. پرویز شمال، تولو نیوز، بروکسل. معاون اول رئیس جمهور به ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان هشدار می‌دهد که اگر حکومت نیروهای نظامی تازه را در میدان نبرد گسیل کند، طالبان در برابرشان ایستادگی نمی‌توانند. آقای دوستم می‌گوید خودش در صف نظامیان می‌ایستد و انتقام خون شهروندان کشور را از طالبان خواهد گرفت. افزایش نامنی‌های اخیر در کشور معاون اول رئیس جمهور را خشمگین ساخته است. جنرال عبدالرشید دوستم که در میان ورزشکاران در کاخ ریاست جمهوری سخن می‌زد، با طالبان هشدار می‌دهد که با انجام حمله‌های هراس افغانانه مانع پیشرفت کشور شدن نمی‌توانند. آقای دوستم می‌گوید که وی آماده است تا در کنار نیروهای بومی بیستد و انتقام خونی بیگناهان را از هراس افغانان بگیرد. در پالی بن سربازای اردوی ملی خود، پلیس ملی خود استاد شدم که ایرا سرقماندانی اعلی قوای مسلح بر ما اجازه داد. ما میبینیم هم کدام دشمن کجا که در برابر ما تاب بیاره، بس دو تاب آوردن نمیتونه. معاون اول رئیس جمهور میگوید که دشمنان کشور به گونه نوجوان مردانه در مسجدها، میدانهای ورزشی و حتی مراسم خوشی مردم حمله های انتحاری را انجام میدهند و این حمله های آنان بی پاسخ نخواهند ماند. مولا عمر یا دیگه دشمنای داریم، شما مطمئن باشین اموتر افسرا قهرمان در پلیس در اردوی ملی دفاع از افغانستان حاضر از جان خدا بر خون خدا بریدانه، اموتر سرسخت آدمام دارین آره در میدان داخل نشده، در میدان داخل شد باز میبینین گپ چی میشه. در همین حال شمار از آگاهان نظامی از این گفته های آقای دوستم استقبال می کنند و از وی می خواهند که این گفته ها را در عمل ثابت بسازد. اونا در ارتباط به مهار کردن حملاتی که در افغانستان صورت می گیره تجربه خوب دارند. جناب صاحب دوستمی صحبت نکنه که من این تو می کنم. حالا عمل بکو. در جای هستی که تو باید عمل بکنی. در این اواخر شمار از بخش‌های کشور بیشتر از هر زمانی دیگر آماج حمله‌های هراس افغانانه قرار می‌گیرند که در بسیاری از این رویدادها غیر نظامیان کشته و زخمی می‌شوند. تعیین معینان به حیث سرپرست در وزارت‌ها زمینه اختلاس را فراهم کرده است. شماره از سناتوران می‌افزایند که
رئیس جمهور و رئیس اجرایی در کنار نقض قانون سرپرستی وزیران با گماشتن معینان وزارت‌ها باعث سرپرست زمینه غارت پول‌ها را در وزارت‌ها فراهم کردند. اعضای مجلس سنا می‌گویند تا هنگامی که سران کشور مشکلات داخلی را حل نکنند، در نشست‌های جهانی هم گپی برای گفتن ندارند. این نخستین باری نیست که شکایت‌ها در برابر خلاف‌ورزی‌ها و قانون شکنی‌ها در کشور بلند می‌شوند. از خلاف‌ورزی‌های 13 سال گذشته که بگذریم، اکنون تأخیر در معرفی اعضای کابینه تازه و تعیین شدن معینان به حیث سرپرستان در وزارتخانه های کشور شکایت هایی را در برابر حکومت وحدت ملی بلند کرده است. در حقیقت این سرپرست ها یک حالت غارتگری در وزارت ها به وجود میارند و حکومت افغانستان منافع ملی مردم افغانستان را در نظر بگیره و افغانستان از این وضعیت بیرون بکنه و کابینه خود معرفی بکنه. کار داخلی شما که درست شد، بعد شما در خارج هم عزت پیدا میکنین و حرف شما هم شنیده میشه. این سناتوران میگویند که در بیشتر وزارتخانه های کشور کارهای مردم معطل میمانند و بیشترین مشکلات در یکی دو ماه اخیر ناشی از چند دستگی در برنامه های رئیس جمهور و رئیس اجرایی هستند. این سناتوران می افزایند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کارهایشان را باید بر بنیاد اولویت ها در کشور انجام بدهند. به جای که مسائل داخلی و حکومت بر حال خود حکومت متوجه باشه، جالب است که دنبال طالبا یک بار دیگر راه رفته کرزه باز میرن. آقا کسان چی سر دل تدی او پشه دل تدی او سر په بل ځای کې دی، سهار دل تا او ماشام بل ځای، او لوی مشیره فقط تر میدان او پر تر رسیدو پر دی. داس کسان نه د افغانستان په خیر تمامیږي، نه د دې ملت په خیر تمامیږي. هرچند رئیس جمهور و رئیس اجرایی در قسمت معرفی شمار زیادی از نامزد وزیران تازه به مجلس نمایندگان به توافق رسیدند، اما تاکید می‌ورزند که پس از 2 تا 4 هفته دیگر نامزد وزیران تازه بر بنیاد شایسته سالاری برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند. شما خطرناک‌ترین کشور برای کارمندان نهادهای مددرسان در جهان است. برخی از نهادهای مددرسان جهانی پس از حملات اخیر در افغانستان در فکر بیرون شدن موقت از افغانستانند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان با آنکه از وضعیت مددرسانان سخت ابراز نگرانی می‌کند، اما می‌گوید که بخش بزرگی از افغانان نیازمند کمک‌های بشری‌اند و بر ادامه این کمک‌ها تعهد می‌کند. افغانستان کشوری که هم مردمش از نامنی‌ها به سطو آمدند و هم به نهادهای مددرسان به یک کشور خطرناک مبدل شده است. از میان 229 کارمند مددرسانی که در سراسر جهان کشته و زخمی شدند، 95% در افغانستان بوده است. از این رو افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای کارمندان مددرسانی در جهان دانسته شده است. از میان 11 حمله انتحاری هفته اخیر در کابل، 2 حمله آن به نهادهای مددرسانی بوده است. به دنبال این حمله ها برخی از نهادهای مددرسان به گونه معقد در فکر بیرون ساختن کارمندانشان از افغانستان هستند. اما بسیاری از این سازمان ها تاکید دارند که با وجود 11 حمله اخیر در کابل به فعالیتشان ادامه خواهند داد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد با آنکه رویدادهای اخیر را در برابر مددرسانان غم انگیز می داند و از اوضاع مددرسانی در کشور سخت نگرانی می کند، اما این اداره متعهد است که نهادهای مددرسان به کمک هایشان برای نیازمندان ادامه خواهند داد. در واقعیت افغانستان گواهی اوضاع غم‌انگیز بوده است، زیرا شمار از کارمندان مددرسانی در چند سال اخیر در این کشور کشته شدند. ما نیز درباره رویدادهای امنیتی که در روزهای اخیر در سراسر افغانستان رخ دادند نگران هستیم، اما با این هم تاکید می‌کنیم که شمار بزرگ از افغانان به گونه‌ای روشن نیازمند کار نهادهای مددرسانی هستند. این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان از گروه‌های درگیر جنگ می‌طلبد تا اهمیت کمک رسانی را درک کنند و مددرسانان را هدف قرار ندهند. در همین حال رئیس نهاد حرکت یا اداره فراهم کننده سهولت‌های سرمایه‌گذاری در کشور نیز از وضعیت مددرسانی سخت ابراز نگرانی می‌کند. اگر همچه حملات و حملات وحشتناک ادامه پیدا کنه، احتمالی از این میره که تعداد بیشتر از اینا افغانستان را ترک کنند.
کابل یکی از شهرهایی است که بیشترین سازمانهای خارجی و امدادرسان را داراست. تنها در حدود 10 نهاد مددرسان سازمان ملل متحد و 2300 نهاد امدادرسان جهانی دیگر در این شهر فعالیت دارند و 3000 کارمند این نهادها در نزد حکومت افغانستان ثبتند. از آغاز سال 2014 میلادی تا کنون در نتیجه خشونت ها 36 کارمند نهادهای مددرسانی در کشور کشته شدند و 95 تن دیگر آنان زخم برداشتند. تا لحظات دیگر، ناتو روسیه و جدای طلبان را به نقض حاکمیت اوکراین متهم کرد. باز هم خوش آمدید. همسر و یک فرزند رهبر گروه دولت اسلامی از سوی ارتش لبنان بازداشت گردید. مقام های امنیتی لبنان میگویند که یکی از همسران و یک فرزند 9 ساله ابوبکر بغدادی 9 روز پیش در مرز میان سوریه و لبنان با گذرنامه جعلی بازداشت شدند. ارتش لبنان امیدوار است همسر ابوبکر بغدادی را با 27 سربازی که در ماه آگوست توسط گروه دولت اسلامی در نزدیکی مرز سوریه ربوده شدند تبادله کند. دبیر کل ناتو روسیه و جدای طلبان هوادار این کشور را به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متهم کرد. وی میگوید که روسیه و جدای طلبان هوادارش در شرق اوکراین آتش بس را رعایت نمی کنند. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای رویارویی با هر گونه چالش در جهان نیاز است تا نیرومندیش را حفظ کند. دبیر کل ناتو که بروز سه‌شنبه در بروکسل سخن می گفت از روسیه و جدای طلبان هوادار این کشور از بحر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین سخت انتقاد می کند. ینس استولتنبرگ می گوید که این سازمان حکومت اوکراین و نظامیان این کشور را در رویارویی با چالش ها تنها نخواهد گذاشت. ما گواه بوده ایم که حکومت اوکراین تا اندازه توان می کشد تا توافقنامه منسک عملی شود. اما چالش این است که جدای طلبان و روسیه این توافقنامه را رعایت نمی کنند و آتش بس را نقض می نمایند. حکومت اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه در ماه سپتامبر سال روان میلادی در منسک پایتخت روسیه سپید به یک آتش بس توافق کردند. اما این آتش بس تا کنون بارها نقض شده است. با این همه ناظران جهانی به روز سه‌شنبه اعلام کردند که حکومت اوکراین و جدای طلبان تنها در منطقه لوهانسک به یک آتش بس تازه توافق کردند، آتش بسی که از روز جمعه عملی خواهد شد. تا زمانی که نارندرا مودی نخست وزیر هند است، پاکستان امیدی برای از سرگیری گفتگوها ندارد. مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که هند روند گفتگوها را به تعویق انداخته و اکنون مسئولیت دارد تا گفتگوها را از سر گیرد. تا لحظات دیگر، شش ماه راه تا تکمیل خط آهن خواف هرات. باز هم خوش آمدید. و خط آهن خواف هرات تا شش ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد. مسئولان بخش خط آهن وزارت فواید عامه میگویند که دو بخش این خط آهن در ایران تکمیل شده و بخش سوم آن از مرز ایران تا ولسوالی غوریان با کمک ایران تا شش ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بخش سوم خط آهن خواف هرات به درازای 62 کیلومتر که از نقطه مرزی چای سرخ تا ولسوالی غوریان امتداد خواهد داشت با کمک مالی ایران تا 6 ماه آینده تکمیل می شود و بخش چهارم این خط آهن که از ولسوالی غوریان تا میدان هوایی و پارکای صنعتی هرات امتداد خواهد داشت باید توسط دولت افغانستان ساخته شود. هزینه این که در نظر گرفته شده بود 75 میلیون دلار مجموع بود. البته بعد از 5 سال که ما باز کار آغاز میکنیم و این 24% کار دیگر هم تکمیل میکنیم یک تفاوت قیمت میایه که باز بعدا دولت محترم ایران چی هستن متعهد هستن که میپردازه به شرکت ایرانی. در حالی که نمایندگان شهر خواف ایران در مجلس شورای اسلامی آن کشور از اختصاص بودجه برای تکمیل بخش سوم خط آهن خواف هرات و بهره برداری این بخش در سال آینده سخن گفته است، شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور نیز خواهان آغاز کار بخش چهارم این خط از سوی حکومت افغانستان هستند.
همین تو خطا در تمام کشورهای همسایه ما ساخته شوه تا چون افغانستان همیشه به مشکلات اقتصادی مواجه بوده و از این طریق بتونه که هم رفت آمد هر دو کشور یعنی با همچنان توسعه اقتصادی در افغانستان بهبود پیدا کنه من طرفدارش هستم. ساخت راه آهن خوف ایراد در سال 1386 با درازای مجموع 191 کیلومتر که 77 کیلومتران در خاک ایران و 114 کیلومتران در افغانستان برنامه ریزی شده است آغاز شد که کار زیر ساخت سه بخشان تکمیل شده است. و نگاهی دیگر به چند خبر. معاون اول رئیس جمهور میگوید اگر رئیس جمهور اجازه دهد خودش در صف نظامیان می ایستد و انتقام خور شهروندان کشور را از طالبان میگیرد. دبیر کل ناتو حملات اخیر طالبان را نمایشی خواند و میگوید که طالبان میخواهند در آستانه نشست های بین المللی قدرت نمایی کنند. و ارتش لبنان همسر و فرزند ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی را بازداشت کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.